بوفالوها به طوری باور نکردنی فقط طی چند سال به دست شکارچیان پوست نابود شدند. شکارچیان پوست به دنبال چرم بودند، همین و بس، و گوشت و استخوان را رها می کردند. مثل تلاشویی ها بودند که ثروت را از زمین برمی گرفتند و در مسیر خود ردی خونین بر جای می گذاشتند. گله ها را با عرابه های بزرگ و سنگین چرخ خود تعقیب می کردند. معمولاً به صورت تیم های 4 نفره 2 نفره کار می کردند. 2 نفر برای کشتن، 4 نفر برای پوست کندن. پوست کندن برای خودش فنی بود. شکافتن پاها، شکافتن شکم، دریدن و پوست کندن. شخصی ماهر می توانست پوست یک گاو را در 7 دقیقه بکند. پوست های دباغی نشده در عرابه های بزرگ روی هم انباشته می شدند. در سالهای پر رونق دهه 60 شکار پوست خیلی پردرآمد بود. شرکت هایی تشکیل شده بودند. مردانی خشن به کار کشتن مشغول می شدند و خشنترها به پوست کندن. گله ها را با 40 یا 60 یا با 100 عرابه تعقیب می کردند و صبح و ظهر و شب تفنگ هایشان در حال شلیک بودند. بوی تند گوشت گندیده تا فرسنگ ها در دشت ها به مشام می رسید. تا جایی که حتی گرگ های حریص هم گوشت را پس می زدند. تا آن زمان آمریکا چنان کشتاری را به خود ندیده بود و تصور نمی رود که قبل از آن هم در تاریخ بشر این چنین میلیون ها کیلو گوشت خوردنی در گرمای آفتاب گندیده باشد. حتی فراوانی باور نکردنی بوفالوها نمی توانست در برابر چنین کشتاری پایدار بماند. در آغاز که خط راه آهن را در سراسر کشور کشیده بودند، ترنها گاهی مجبور می شدند یک روز تمام منتظر بمانند تا گله بزرگی از بوفالو از روی خط عبور کند. 5 سال بعد بوفالو کمیاب شده بود. 2 سال بعد عملاً نابود شده بودند و تنها 1 میلیون اسکلت سفید شده خاطره آنها را زنده نگاه می داشت. اسکلت هایی که در دشت ها باقی مانده بودند.